من و تمام سواریایی توی جاده آروم مثل لاک پشت حرکت می کردیم. آهنگ ای قدیمی از رادیو پخش می شد. ریتم کند آهنگ حسابی به وضعیتمون می اومد. ماشینای مد روز مثل اتومبیلای مسابقه یه سی سال پیش از کنارمون می گذشتن. بعد از یه ساعت حرکت آهسته ایستادیم. بدون اینکه بدونیم چرا. کسی هم نبود دلیل راه بندون و توضیح بده. هیچ راننده ای از ماشین پیاده نشد. همه منتظر بودن حتی یه مترم شده به مقصد نزدیک ترشن. بیست دقیقه گذشت. کم کم راننده ها پیاده شدن و غرغر کردن. تا حالا ندیده بودم عصبانیت و قرولند سر یه موزه مشترک باعث دوستی شه. به هر حال دوستی تحمل وضعیت پیش اومده را راحت تر می کرد. راننده ون کناری ناراحت و کلافه بود. می گفت اگه ساعت شیش به هتل نرسه اتاقش رو به یکی دیگه میدن. راننده ی ماشین سمت چپ هم از ماشین پیاده نشد. نیازی هم نبود پیاده شه. زن فقط سقف ماشینش رو جمع کرد تا بشه یکی از ما. همون موقع تلفنش زنگ خورد. پشت تلفن شروع کرد به انتقاد از سیستم مدیریت راها یهو یه توپ بیسبالی خورد به سرش. پشت سر ما بچه های تیم بیسبال مدرسه مشغول بازی بودن. حوصلشون تو اتوبوس سر رفته بود. اومده بودن بیرون یه هوایی بخورن. مربیشون آشفته و دستپاچه به طرف زن رفت. صدای خنده ی بچه ها قطع نمی شد. در عوض کلافگی از سر و روی همه می بارید. انقدر که حتی حال خندیدن هم نداشتیم. یه ساعت بعد سر و کله ماشین پلیس پیدا شد. پلیس از مسیر چمنزار کنار جاده حرکت می کرد. هر صد متر می ایستاد و با راننده ها حرف می زد. فکر کردم با ماشین ضد شورش میومد. بهتر بود. چون هر جا توقف می کرد یه عده به ماشینش حجوم می آوردن که این چه وضعیه؟ ماشین پلیس بالاخره به گروه ما نزدیک شد. افسر پلیس گفت: تانکر مواد سمی چند کیلومتر جلوتر تصادف کرده و جاده مسدود شده. دو راه داشتیم. یا دور میزدیم و از جاده دیگه‌ای به راهمون ادامه میدادیم یا منتظر میموندیم تا جاده پاک سازی شه. ماشین پلیس آژیر کشان رفت. باید اولین تصمیم سخت سفرمو میگرفتم. همیشه وقتی میخواستم از زندگی روزمره دور شم، همچین اتفاقی میافتاد. راننده یه ون سرش رو به ماشین تکیه داده بود. بچه های مدرسه توی چمن کنار جاده با اشتیاق می دویدن. انگار معطلی طولانی روی بچه ها اثر نداشت. او سر رفته بود. با راننده هایی که دیگه دوستان بودن خداحافظی کردم و دور زدم. البته دور زدن خیلی هم ساده نبود. چند های ماشین جابجا جا شدن تا مسیر حرکتم باز بشه. قبل از سفر نقشه مسافرتیو از داخل ماشینم برداشتم میخواستم این بار بدون مقصد سفر کنم اما بعد راه بندون پشیمون شدم خودمو گول میزدم نقشه لازم نیست ولی تو قلبم آرزو میکردم کاش نقشه رو آورده بودم اول قرار بود برم سمت شمال اما حالا به طرف جنوب رانندگی میکردم مستقیم حرکت کردم اما هر چی جلو رفتم خروجی تو اتوبان ندیدم از شدت عصبانیت پچ های توی سرم و داد زدم اول فقط لبام تکن میخورد اما بعد تبدیل شدن به فریاد همینطور پشت سر هم داد کشیدم خیلی خواب اگه خروجی هم پیدا میشد بعدش چیکار کار میکردم اصلا نمیدونستم کجای این دنیا بعد نیم ساعت اولین خروجی رو دیدم خروجی با شیب تندی به سمت بالا میرفت تابلویی هم کنار جاده یا بالاش نبود چه برسه به پمپ بنزین یا رستوران بین راهی دو طرف جاده تا چشم کار میکرد بیابونی بی انتها بود دور دست ها مزاره سنتی هم به چشم میخورد چاره نداشتم روندم و جلو رفتم یه ساعت بعد معنی گم شدن و فهمیدم تصوری از اینکه کجا هستم نداشتم بیشتر از یه ساعت رانندگی بدون اینکه ماشینی از کنارت عبور کنه عجیب بود تابلوهای کنار جاده هم شرایط و ترسناکتر می کرد. روی تمام تابلوها نوشته بود جاده قدیمی. فقط هر چند کیلومتر شماره جاده قدیمی عوض می شد. سر یه دوراهی به راست پیچیدم. شب نزدیک بود و امیدواریم برای پیدا کردن آبادی لحظه به لحظه کمتر می شد. ماشین رو کنار جاده متوقف کردم. باید تو آرامش فکر می کردم. نمی دونستم راه به کجا ختم میشه. یه جا کلافه این طرف و اون طرف رفتم اما کمترین نشونی از زندگی نبود عصبانی لگدی به ماشین زدم هرچند ماشین تنها دوستم تو بیابون بود خدا خدا می کردم بنزین تنها دوستم تمام نشه با که بنزین نصفه بود راه برگشتی هم نداشتم باید جاده رو به امید دیدن یه انسان دیگه ادامه می دادم خدایا قرار بود این سفر منو به زندگی امیدوار کنه قرار بود ناامیدی و دلزدگی از زندگی تکراری و از سرم بریزه بیرون میخواستم دوباره باتریمو شارش کنم اما حالا چی؟ به نامیدی های همیشگیم دلهوره و ترس از مردنم اضافه شد جمله باید باتری شارش کنم ذهنم و مشغول کرد خدایا یعنی برای زندگی باتری مادام العمر وجود نداره؟ یه چیزی که از کار نیفته؟ خوش به حال خورشید که راه برگشتشو میدونست خورشید غروب کرد بنزینم کم کم تموم میشد با چراغای روشن جاده رو طی میکردم دوست نداشتم شب توی ماشین بخوابم اونم دور از آدمای دیگه اما چاره ای نبود باید برای هر احتمالی انرژیمو برای پیاده روی طولانی حفظ میکردم بازم یه دوراهی دیگه این بار تصمیم گرفتم بپیچم به چپ آخرین شانسم بود اغربه بنزین رو آخرین خط قرمز بود فقط یه دلیل برای انتخاب جاده سمت چپ داشتم برخلاف بقیه جاده ها تابلوش با واژه قدیمی شروع نشده بود تا پیچیدم نوری به چشمم خورد سرعتم رو زیاد کردم امیدوار بودم چراغ مربوط به جایی باشه که آدمم باشه با صدای بلند پیش خودم تکرار می کردم اونجا مسافرخونه است حتما مسافرخونه است برای رسیدن به روشنایی باید از جاده اصلی خارج می شدم. ترسیده بودم. انگار وحشت دستش روی دوشم گذاشته بود تا مانعام هم بشه. ولی توجهی نکردم. وارد فرعی شدم. عجیب بود. یعنی کدوم دیوونه ای وسط ناکجا آباد کافه ساخته بود؟ اسم کافه با نئون آبی رنگی مشخص بود. روی تابلوش نوشته بود کافه چرا؟ تو پارکینگ خاکی کافه سه تا ماشین دیگه هم بود. تو این چند ساعت رانندگی غیر خودم ماشین تو جاده ندیده بودم فکر کردم شاید راه دیگه ایم برای رسیدن به اینجا وجود داره از ماشین بیاده شدم کشا غصی به خودم دادم ماه نقرهی با لشکر ستاره ها به جنگ سیاهی شب اومده بود با خیال راحت چند لحظه ای به آسمون چشم دوختم و بعد وارد کافه شدم زنگوله های جلوی در به صدا در اومدن. بوی غذا یادم انداخت چقدر گرست نه؟ دلم میخواست سه پرس غذا بخورم چیدمان کافه قدیمی بود چارپایه های بلند چوبی با رویه قرمز جلوی پیشخون بلند ردیف شده بودن روبروی پیشخون کنار پنجره سندلی های قرمز و میزای دیگه ای هم بود روی هر میز شکرپاش نمکدون و فلفل گذاشته بودن پارچه کوچیک نقره رنگی هم روی میزا بود صندوق از رد خارج پول هم جلوی در کاشته شده بود. انگار جای راحتی بود. محل مناسبی برای قراره دوستانه و گفتگوهای طولانی. خانم پیشخدمت با زن و مردی پشت آخرین میز گرم صحبت بود. با دیدن من لبخندی زد و گفت بفرمایید هرچه دوست دارین بشینید. خستگی، ناامیدی و ترس از ادامه سفر و پشت لبخند پت و پهنی پنهان کردم. روی نزدیکترین صندلی نشستم. وقتی از نزدیک به اشیای کافه نگاه کردم متوجه شدم همه چی نو جدیده حتی پلاستیکای روی صندلی باز نشده بودن حتما صاحب کافه دلیلی داشته که کافش و وسط بیابون باز کرده با سلام کیسی پیش خدمت کافه از فکر توسعه شهری و ارزونی زمینای اطراف بیرون اومدم زن گفت سلام من کیسیم زود گفتم سلام اسم من جانه فکر کنم گم شدم زن با لبخند مبهمی گفت خب جان چی شد اومدی اینجا؟ گفتم میخواستم چند روزی برم سفر تو جاده راه بندون شد و مسیرم رو عوض کردم حالا هم گم شدم گرسنون خسته خودم اینجا رسوندم زن گفت برای رفع گرسنگی راه حل دارم ولی برای بقیهش باید ببینم چه کارایی میشه کرد کیسی لیست غذا رو از کنار در برداشت و به هم داد ای به نظرم اومد کلمات روی لیست تغییر کرد. نمیدونم خستگی بود یا باستاب نور که باعث این توهم شد. سعی کردم با دقت به اسم غذاها نگاه کنم. اول لیمونات سفارش دادم. کیسی برای آوردن لیمونات به آشپزخونه رفت. قرار شد تا موقع برگشت غذا رو انتخاب کنم. برای اون روز عجیب همین لیست غذای جادویی رو کم داشتم. دوباره لیست غذاها رو خوندم. بالای صفحه نوشته بود به کافه چرا خوش اومدید بعد با خط ریسری نوشته بود پیش از انتخاب غذا درباره چرایی حضورتان در کافه با ما مشورت کنید گمان کردم نوعی مشاوره غذایی متناسب با مزاج مشتری ارائه میدن صفحه دوم اسم غذاهای مختلف نوشته بودن چیز متفاوتی از بقیه کافه رستورانا نداشت لیست غذا رو که بستم چیز عجیبی دیدم روی جلد چرمی سه تا سوال نوشته بود. چرا اینجایید؟ آیا از مردن میترسید؟ از خودتان راضی هستین؟ دوباره سوالا رو خوندم. چرا باید تو لیست غذا همچین سوالایی بنویسن؟ همون لحظه کیسی با لیوان لیمونات برگشت. ما که دید پرسید: همه چی خوبه؟ گفتم: چرا اسم کافه را گذاشتین چرا؟ معنیش چیه؟ گفت: خب برای هرکس معنای خاصی داره. ما برای اینکه اسم مشترک داشته باشه بهش میگیم چرا خب غذا رو انتخاب کردی به کیسی گفتم وقت بیشتری میخوام در واقع قصد داشتم از اونجا فرار کنم از اتفاقاتی که در جریان بود خوشم نمیومد برای رفتن آماده شدم که صدای خنده زوج جوون از انتهای کافه به گوشم خورد با کیسی مشغول بگو به خند بودن سر جام نشستم شاید کافه فقط کمی عجیبه نه بیشتر تو این مدت که اتفاق بدی رخ نداده بود تازه از کجا معلوم رستوران دیگه این حوالی پیدا می شد تصمیم گرفتم مثل مسافری عادی غذا ما انتخاب کنم زیر چشمی رفتار پیش خدمت زن و زیر نظر داشتم کیسی به آشپز رفت و با دو برش کیک توت فرنگی برگشت نفس راحتی کشیدم اینجا واقعا کافه بود تصمیم گرفتم منم کیک توت فرنگی سفارش بدم چند سالی میشد لب به این مدل کیکا نزده بودم. کیسی زن خوش برخورد و خوش صحبتی به نظر می رسید. ترسم از کیسی و مکان کافه کم کم از بین رفت. تو فکر بودم که صدام زد. جان انتخاب کردی؟ گفتم. بله کیک توت فرنگی. فقط اینجا نوشته قبل سفارش باید با مشورت کنم. شما مشاور چی هستین؟ زن گفت. آدم و وقتی میان اینجا تجربه ها و احساس متفاوتی داره. برای همین قبلش کمی با اصل ماجرا آشناشون میکنیم. نمیدونستم از تجربه مشتری های کافه حرف میزنیم یا چیز دیگه. کیسی گفت. پیشنهاد میکنم کنار کیک سینی صبحانه هم سفارش بدین. برای بازارگرمی نمیگم. از انتخابتون پشیمون نمیشین. گفتم. از صبحانه خیلی وقت گذشته. گفت. ساعت رو نگاه کن. به صبحانه فردا نزدیکتریم تا ناهار امروز. به ساعت نگاهی انداختم حق با کیسی بود گفتم اینم حرفیه کیسی گفت بعد نیست بعضی وقتا زاویه دیدمون رو نسبت به اتفاقای اطرافمون عوض کنیم بعد سفارش غذا رو یادداشت کرد و به آشپزخونه رفت فهرست غذا هنوز روی میز بود برای سر وردن از راز کافه تصمیم گرفتم دوری تو کافه بزنم پشت سر کیسی را افتادم البته حواسم بود مشکوک نباشم کیسی پشت به مشتریا بود و از پنجره با آشپز حرف میزد از این فرصت استفاده کردم و نگاهی به داخل آشپزخونه انداختم که نگاه هم به نگاه آشپز گره خورد وانمود کردم اصلا ندیدمش ولی دیر بود آشپز لبخند زد و برام دست سکن داد منم از روی ناچاری براش دست سکون دادم کیسی برگشت به هم لبخند زد منم بدون اینکه چیزی دستگیرم شه سر جام نشستم کیسی سفارشم و گرفت و به طرفم اومد منتظر شدم ببینم چی میگه بدون اینکه حرف بزنه با حالت سرش اجازه گرفت روبرون بشینه اینم از عجایب به کافه بود با پیش خدمت رو در رو بشینی و صحبت کنی کیسی گفت اسم آشپزمون مایکه البته صاحب کافه هم هست سرش خلوچه میاد بهت سر میزنه گفتم خیلی مشتری رو تحویل میگیرین درسته؟ گفت بله ما خیلی براشون احترام قائلیم خب نظرت درباره سوال چیه؟ چند بار خوندمش ولی نگاه کردن یه چیزه تغییر دادن یه چیز دیگه منظور کیسی رو نفهمیدم از خواهی کردم و خواستم دوباره برام توضیح بده کیسی آروم گفت خیلی ساده است اینجا یه چیزایی تغییر میکنه تو نگاه اول متوجهشون نمیشی ولی اگه کمی تمرکز کنی چیزایی دستگیرت میشه حرفش گیجم کرد فکر کردم تغییر یعنی از اینجا برم یا سفارشم عوض کنم همینو از کیسی پرسیدم ولی خندید با اشاره به لیست غذا جواب داد <تصفح> به تغییرات بزرگتر فکر کن اگه سوال رو اول از خودت بپرسی دیگه آدم قبلی نمیشی؟ حرفش برام بیمانی بود چرا بعد پرسیدن یه سال تبدیل به یه آدم دیگه ایشم؟ کفه دیگه قابل تحمل نبود. ذهنم چیزی نداشت تا به زبون بیارم. احساس ناتوانی می کردم. نمی دونستم صحبت کیسی راهی به سوی خوشبختیه یا نشونه ای از مرگ. کیسی گفت اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد. ولی خیلی به خودت سخت نگیر. به جاش به لیست غذا نگاه کن. فقط یه نگاه. تو نگاه اول عبارت چرا اینجایید به چرا اینجاییم تغییر کرد پلکی زدم و عبارت دوباره به حالت اول برگشت چرا اینجایید؟ نخداگاه به صندلی تکیه دادم پرسیدم چطوری این کارو کردی؟ چند بار سؤالم تکرار کردم در جوابم گفت جان انگار تو برای جواب این سؤال آماده نیستی؟ با صدای بلندتر از حد عادی گفتم این مزخرفات دیگه چیه؟ کیسی بدون اینکه از لحنم جا بخوره لیست غذا رو به طرف من چرخوند سوال باز تغییر کرد من چرا اینجا هستم؟ احساس میکردم کردم تو قفس گیر افتادم تو کافه ای عجیب وسط ناکجا آباد با پیشخدمتی غیرعادی غیر عادی درباره سوالای لیست غذا حرف میزدم کیسی دست بردار نبود گفت وقتی سوالی از خودت بپرسی تبدیل میشه به جزیی از وجودت همیشه دنبال جواب میگردی حتی تو خواب یا وقتی به ظاهر دربارش فکر نمی کنی؟ از صحبت کیسی فهمیدم منظورش از سوال چرا اینجایید اومدن به کافه نیست سوال دلیل وجود داشتن و زنده بودنم و نشونه رفته بود مدام از خودم میپرسیدم چرا هنوز تو کافه نشستم برای شنیدن این حرفای عجیب و غریب زمان و مکان بهتری هم پیدا میشد شد چه نیازی آدم ها به این سوال فکر کنن وقتی بدون اینا هم حالشون خوبه و از همه مهمتر زندگی ادامه داره کیسی دوباره ذهنم خوند با لبخندی موزیانه گفت مطمئنی حالت خوبه؟ البته خوب داریم تا خوب بعضی دنبال چیزای بزرگتری هستن که راضی کننده تر از خوب باشه کافه چرا برای همین ساخته شده؟ نکنه تو هم دنبال چیزی بالاتر از خوبی آره جایی برای این کار وجود نداشت زندگی من همیشه آروم و یک نواخت بود گاهی فکر می کردم زندگی باید چیزی فراتر از چند دوست خوب شغل مناسب و ناامیدی های گاه و بیگاه باشه ناامیدی که خیلی زود رفت می شاد ولی احساس عجیبی برام باقی می زاشت. احساسی که توان توضیحشو نداشتم کیسی گفت برای همین مردم این سؤال و مدام برای خودشون تکرار میکنن البته بعضی خیلی زود فراموشش میکنن تو از کدوم دسته ای؟ میخوای جوابو بدونی؟ یا قراره بعد از خوردن غذا از اینجا بری؟ برای تصمیم گیری آماده نبودم کیسی با نگاه منتظرش لبا می میکرد گفتم مبارزه یه سختیه آره بهتر اسمشو بذاری مواجهه تو در معرضی یه سوال قرار گرفتی هیچ باری در کار نیست هر وقت خواستی برو انتخاب با خودته من میرم ببینم سفارشت آماده است یا نه ناگهان به خودم اومدم یادم اومد خیلی گرسنم بعد از یه روز خسته کننده فکر کردن به سوالات فلسفی بیشتر خستم میکرد مطمئن بودم بعد از غذا و بنزین زدن کافر را ترک میکنم کمی آب خوردم و روی میز ضرب گرفتم مایک پارچ به دست کنار میز ظاهر شد سلام آب میخوای؟ مایک لیوانا پر آب کرد اما نرفت همونجا کنار میز وایساد تعارف کردم بشینه امیدوار بودم مثل کیسی سراغ لیست غذا نره ولی اشتباه میکردم گفت خب بهش فکر کردی؟ نظرت چیه؟ گفتم سعی کردم معنیشو بفهمم ولی خیلی آسون نیست <applause> آره آدم ها مدام از جواب دادن به این سوالا فرار میکنن ولی بالاخره یه جایی گلوشونو میگیره حتی اگه فقط یه ثانیه به مرگشون مونده باشه انگار مایکم قصد بیخیال شدن نداشت منم چاره نداشتم باید همین امشب با این سوال دست و پنجه نرم میکردم. مایک می گفت هر کس برای این سال جواب مخصوص به خودشو داره. همین کارم رو سختتر می کرد. کاش با جمله یا کلمه ای کارم تموم می شد و به شام می رسیدیم. مایک هم انگار قدرت ذهن خونی داشت. موقعی رفتن به آشپزخونه گفت گمونم اول شام و بخوری بهتره. شاید سر حوصله بیا یا بهتر فکر کنی. <applause> مایک چند دقیقه بعد با سینی بزرگ غذا برگشت. تا حالا این حجم از غذا رو یه جا ندیده بودم املت، نون توست، بیسکویت، گوشت کباب شده، سیب زمینی، میوه تازه، کیک و چیزای دیگه متحجه پرسیدم همه شو باید تنهایی بخورم یا سفارش بقیه میزام هست ها؟ مایک جواب داد مگه سینی صبونه سفارش ندادی؟ سفارش دادم ولی این خیلی زیاده جامونم انقدر گرسنه باشی که همه رو یه جا بخوری از پول غذا که بگذریم باید به معده خودم هم رحم می کردم. مایک ما سینیا روی میز گذاشت و رفت پیش زن و مرد ته کافه. البته گفت برای صحبت درباره سوالا برمیگرده. می کرده. سینیا به خودم نزدیک کردم. اولین چیزی که چشممو گرفت املت بود. نون توست و برداشتم و مشغول شدم. انگورها صدام می زدن. چند حبه از انگورها رو خوردم. از روی هم خوردن غذاهای مختلف که بگذریم امیدوار بودم با عجل غذا خوردن زمین گیر نشم کیسی جلوی میز وایستاد خندش گرفت و گفت <applause> جان خوبی؟ دهن پر اجازه حرف زدن نمیداد دو هم باد کرده بود انگشت اشارم و بالا بردم یعنی کمی صبر کنی تا غذامو قرد بدم چند ثانیه ای بعد نفس عمیقی کشیدم و گفتم <applause> آلی بهتر از این نمیشه غذاتون حرف نداره از جواب خودم تعجب کردم ناامیدی و خستگی از سرم پریده بود شاید عمرت خوشمزه و گفتگوهای عجیب اون شب روحیم رو تغییر داده بود کیسی مردد بود بمونه یا بره ازش خواستم روبرون بشینه پرسیدم اگه کسی فهمید برای چی اینجاست یعنی هدفش از زندگی رو فهمیده قدم بعدیش چیه کیسی طوری نگاه میکرد انگار سؤال عجیبی پرسیدم گفت هر کسی راه خودش رو داره و خودش تصمیم میگیره. خودش باید بفهمه چطور دنبال هدفش باشه. فرض کن هدف انجام فعالیتی هنری باشه. هر آدمی با توجه به علاقش یه رشته هنری رو انتخاب میکنه. نقاش، موسیقیدان، معمار، مجسم ساز، یا هر چیز دیگه. برای اینکه نشون بدم شاگرد خنگی نیستم بین حرفش پریدم و گفتم، پس آدم اگه بفهمه چرا اینجاست کارایی انجام میده تا به هدفش برسه به همین سادگی ها؟ مثل بچه های دبستانی برای جواب درست هیجان زده بودم هرچند جواب خیلی هم ساده بود ولی طوری با شور و شخ حرف میزدم انگار به کشف بزرگی دست پیدا کردم کیسی برای روشن شدن مطلب نمونه دیگه آورد گفت مثلا آدمی که هدفش کمک کردن به بقیه آدماس این آدم ممکنه دکتر شه یا برای بی خانمانا مرکز نگهداری تأسیس کنه بین صحبتاش از آرزوی همیشگیم یعنی ثروتمند شدن گفتم اگه هدفم ثروت باشه چی کار کنم کیسی با حوصله جوابم داد هر کاری که به ثروت کمک کنه با آدمای ثروتمند نشست و برخاست کنی ذهنیت آدمای پولدار برای خودت بازسازی کنی برای به دست آوردن پول تلاش کنی اون وقت شاید راحت چند تا ماشین و خونه بخری فکر میکنی هدف وجودیت اینه آدم ثروتمندی بشی؟ تو خیالاتم مشغول سواری با ماشین آخرین مدلم تو ساحل دریا بودم سوال کیسی من از رویا بیرون کشید واقعا هدف وجودیم چی بود؟ نمیدونستم کاری که تا حالا کردم برای رسیدن به هدف وجودیم بوده یا نه؟ کیسی درست میگفت کسی که کاراشو برای رسیدن به هدف وجودیش انجام میده برنده است. سوال دیگه ای ذهنم درگیر کرد از کجا کار مناسب برای رسیدن به هدف و تشخیص میدادم خب فکر کردم باید با آدمای زیادی حرف می زدم سفرهای زیادی باید می رفتم وقتی سوالم رو پرسیدم کیسی طبق عادت در جواب سوالی ازم پرسید فرض کن هدف وجودی تو ساختن اتومبیل باشه حالا میخوای بهش برسی چه کارهایی باید انجام بدی؟ زود گفتم خوندن کتابای مربوط به اتومبیل، صحبت با کارخونه دارا، سفر به مناطق مختلف دنیا برای دیدن اتومبیلای مختلف و کسب تجربه. پس تو مسیر رسیدن به هدف وجودی باید راه های مختلفی بری. کیسی گفت. ولی ما آدم چیکار چی کار میکنیم؟ به همون چیزی که هستیم قانه ایم. تو محدوده اطلاعات و دانشای فعلی خودمون اسیریم. در حالی که الان تو بهترین وضعیت برای کسب اطلاعات به سر میبریم. میتونیم از نقاط مختلف جهان دانشای تازه به خودمون اضافه کنیم جان ما خودمون رو بی خودی محدود کردیم حق با کیسی بود من هیچ وقت از فرصتهای زندگیم خوب استفاده نکرده بودم روزای تکراری بدون اینکه به هدفم نزدیک شم گذشته بود اما واقعا هدف وجودی من چی بود؟ هنوز جواب این سؤال را نمیدونستم تمام عمرم از رو دست مردم تقلب می کردم. یعنی همون کارایی انجام می دادم که بیشتر مردم انجام می دادن. کیسی بازم افکارم رو خوند. سؤال دیگه ای پرسید. جان، به نظر تو انجام دادن کارایی که بیشتر مردم انجام میدن، ما رو به هدف وجودیمون نسیک می کنه؟ دنبال جوابی توی ذهنم می گشتم که کیسی نجاتم داد. بذار برات داستانی تعریف کنم. من بزرگترین درس زندگیمو از یه لاکپشت دریایی سبز گرفتم. لاک پشت سبز توی اولویت بندی کارای روزانم خیلی به هم کمک کرد خندیدم و دستش انداختم و گفتم <applause> نکنه لاک پشت دانا رو ملاقات کردی چه حکمت هایی به یاد داد خیلی زود از شوخی بیمزدم پشیمون شدم کیسی لبخند زد و گفت راستش چیز خاصی ازش نشنیدم ولی از رفتارش چیزای زیادی یاد گرفتم تو ساحل هوایی قواسی می کردم کلی مارماهی با خالهای بنفش و اختاپوس های بزرگ دیده بودم. برای یه قواس دیدن این موجودات در کنار هزاران ماهی ریز و درشت محشره. باید خودت ببینی تا بفهمی از چی حرف میزنم. هر رنگی بخوای اون پایین پیدا میشه. قواسی میکردم که دیدم یه لاک پشت دریایی سبز کنارم شنا میکنه. تصمیم گرفتم بیام بالای آب و از روی آب تماشاش کنم. لاک پشت خیلی آروم حرکت میکرد. گاهی باله میزد و گاهی هم خودشو به به امواج میسپارد با وجود داشتن کفش قواسی بازم ازش عقب میموندم بعد از چند دقیقه از دیدرسم خارج شد از خودم ناامید شدم یعنی از یه لاک پشتم آرومتر شنا میکردم روز بعد بازم شانسم و امتحان کردم باز ازش عقب افتادم همینطور که ازم دور میشد چیز مهمی می فهمیدم من که لحظه ای از غذای خوشمزه غافل نمی شدم با دهن پر پرسیدم چیو فهمیدی؟ کیسی از جاش بلند شد گفت میره تا من غذا رو بخورم با اصرار نشوندمش گفتم قصد بیادبی نداشتم کیسی نشست سب کرد تا غذا ما خورد بدم بعد گفت میخواستم برم تا راحت غذا تو بخوری ولی باشه بقیهش رو میگم و بعد راحتت میذارم من فهمیدم لاک پشت حرکاتشو با امواج هماهنگ میکنه وقتی موج به سمت ساحل میرفت دست و پا نمیزد وقتی موج به سمت اقیانوس برمیگشت با تمام وجود شنا می کرد. بنابراین از حرکت آب به نفع خودش استفاده می کرد. در حالی که من مدام با جریان آب درگیر بودم و زود خسته می پرسیدم خب این چه ربطی به اولویت بندی امور روزانه داشت؟ کیسی لبخند زد <تصفح> جواب این سؤال میذارم به عهده خودت موقعی غذا خوردن بهش فکر کن کیسی به آشپزخونه رفت برای جواب سوال باید روی داستان کیسی تمرکز می کردم. دریا مثل زندگی و امواج بود. اتفاقات و آدمای داخل دریا هم خود زندگی هم. گاهی امواج با ما موافقند. گاهی هم ما رو از هدفمون دور می کنند. اگه آدم هدف وجودیشو بشناسه و بخواد به سمتش شنا کنه، بعضی امواج مزاحمه. تلویزیون، آدما، درخواست و فعالیت‌های زیادی هست که تو مسیر هدف وجودی ما نیستن. اگه بینشون دست و پا بزنیم برای رسیدن به هدفمون خسته میشیم معنای داستانو داستان خوب فهمیده بودم کیسی و صدا زدم مثل دانش آموزی بودم که اولین نفر برگه امتحانیش رو به معلم داده کیسی از هیجان صدا متوجه شد معنای داستانو فهمیدم تا سر میز رسید ازش مداد و کاغذ خواستم مداد و از جیب پیشبندش برداشت و کاغذی از دفترچه سفارشات کند گفت بعد از این محاسبات به نتایج عجیبی میرسی کیسی خنده کنان ازم دور شد معنای حرفشو نفهمیدم رفتم سراغ حساب کتابم اگه هفتاد پنج سال عمر کنم بعد از اینکه تو بیست و دو سالگی فارغ تحصیل شدم شش روز در هفته ایمیل دریافت می کردم. هر روز حداقل 20 دقیقه ایمیل رو می خوندم. باورم نمیشد چند بار محاسبات رو تکرار کردم. حتی ماشین حساب گوشیم امتحان کردم. جواب یکی بود. اگر از زمان فارغ و تحصیلی تا هفتاد و دو پنج سالگی روزی بیست دقیقه ایمیل بخونم یا پیغام تلفنی یا گشتن در فضای مجازی من یه سال و صرف خوندن ایمیل های بی مصرف کردم پس مطمئن شدم حرف کیسی درباره امواج شوخی نبوده کیک قد غذاهای دیگه خوشمزه نبود شایدم چون توجه هم به حرفای و کیسی بود به مزه غذا توجه نداشتم فکر نکنم کافه تو جهان با همچین لیستی وجود داشته باشه آشپز و خدمتکاری که از این حرفا بلد بشنم وجود نداره آه. کافه داری که از زندگی لاک پشت حکمتی برای زندگی خودش یاد میگیره که اصلا قصام که تمام شد سیب سرخی یا گاز زدم همیشه از گاز زدن سیب و صداش خوشم میامد اولین بار بود میخواستم تو فضای عمومی این کار رو امتحان کنم سیب و گاز میزدم که مایک و سره میزم دیدم تشویقم کرد ادامه بدم هر دو خندیدیم مایک سر میز نشست گفتم کافه عجیب و جالبیه باید به توسعه کارت فکر کنی حسابی پول به جیب میزنی مایک خندید <متحد> من سودمو کردم پس چرا هنوز تو همچین جایی کار میکنی؟ دیگه چیزی نگفتم ولی خودش منظورمو فهمید تا خواستم حرفمو توجیه کنم خودش پیش دستی کرد و گفت من از این حرفو ناراحت نمیشم بیشتر مشتری همین اینو میگن. ببینم تو قصه ماهیگیر و تاجر رو شنیدی؟ بعد از خراب کاریم اگه خودم هم قصه رو نوشته بودم بازم میگفتم نه. مایک گفت تاجر به روستایی ساحلی رفت و کمی استراحت کنه. همسایه هتلش ماهیگیر ساده ای بود. تاجر خیلی به مرد و خونوادش علاقه شد. چون خونواده مهربون و شادی به نظر می صبا مرد با قایقش ماهیگیری میکرد و زن تو خونه نقاشی میکشید. بچه ها هم پیاده از راه ساحلی میرفتن مدرسه. مرد هر روز مقدار مشخصی ماهی سید میکرد و میفروخت. بعد از او با خونه بادش کنار ساحل قدم میزد و تو اقیانوس شنا میکرد. یه روز تاجر سراغ ماهیگیر رفت. ازش خواست با هم به دریا برن. ماهیگیرم قبول کرد. تاجر متوجه شد ماهیگیر بعد از گرفتن مقدار مشخصی ماهی بقیه رو آزاد میکنه. تاجر پرسید چی کار میکنی؟ اینا کلی پولشه چرا برشون میگردونی؟ ماهیگیر جواب داد من به اندازه نیازم از دریا بر میدارم. تاجر شروع کرد به قصه بافتن که تو با پول بیشتر قایقای بیشتر میخری صاحب ملک و املاک میشی و تا آخر عمرت تو آسایش و رفاه زندگی میکنی. ماهیگیر به تاجر خندید و گفت الانم آسایش و رفاه دارم. چرا به خودم زحمت بدم؟ منظور داستانو فهمیده بودم. منم مثل تاجر به زندگی فکر می کردم. هر روز کار میکردم تا بعد از بازنشستگی برای خودم زندگی کنم. یعنی وقتی که دیگه جوون نبودم و اشتیاقی برای تفریح نداشتم. مایک گفت منم هم مثل همین تاجر بودم. تمام زندگی موقف آینده ای نامعلوم کرده بودم. آینده ای که قرار بود به قیمت از دست دادن عمر و جوانیم تموم شه. اینا رو بعد از یه روز سخت کاری فهمیدم. کم کم به فلسفه یه کار و زندگی فکر کردم. به این نتیجه رسیدم باید راه دیگه ای باشه. راهی که حال و آینده رو با هم داشته باشه. برای همین تصمیم گرفتم هر روز کارایی یا انجام بدم که همیشه دوست داشتم در آینده انجام بدم. پرسیدم اگه راه حل انقدر ساده است پس چرا مردم بر خلافش عمل میکنن؟ ما نماینده میلیاردها آدم روی زمین نیستیم اما میشه برای خودمون تصمیم بگیریم. ببین خودت میخوای چی کار کنی؟ آدم ها دوست ندارن اشتباهاتشون رو باور کنن. چه برسه به زبونم بیارن؟ من و ماک هم درد بودیم. برای همین اعتماد کردم و گفتم من حتی رشته دانشگاهیم هم خودم انتخاب نکردم. اصلا نمیدونستم چی دوست دارم. بقیه گفتن برو رشته هایی که آینده ی شغلی داره. منم درس خوندم و کار پیدا کردم. همه از کارم راضی بودن. حقوق بالایی هم دارم ولی تا حالا به هدف وجودی خودم فکر نکرده بودم. کارایی که تا الان انجام دادم توصیه و درخواست بقیه آدما بوده خیلی هم مثل من زندگی میکنن ولی ما چرا خوشحالی و عقب میندازیم مایک از سر میز بلند شد جان باید با یه نفر آشنات کنم فکر کنم کمکت کنه جواب رو پیدا کنی مایک به طرف میز مشتریای آخر کافه رفت مشغول صحبت با افراد سر میز شد بعد با دستش منو نشون داد لبخندی بینمون رد و بدل شد. بعد از چند دقیقه یکی از مشتریا بلند شد تا بیاد پیش من. مایک همراه خانمی میانسال سر میزم اومد. اسم زن آنه بود. مثل تمام حاضرای سالن لبخندی روی لب داشت. اول فکر کردم لبخندی مصنوعی برای رعایت آداب معاشرته. اما احوالپرسی پرسی سمیمی و دوستانش نظرم تأخیر تغییر داد. مایک گفت آنه مشتری ثابت مونه. آنه گفت آدم گاهی وقتا به این کافه نیاز پیدا میکنه از دیدنت خوشحالم سر میز نشستیم غذا رو بهش تعارف کردم غذا کمی سرد شده بود ولی هنوز آدم و وسوسه میکرد مایک آنه رو وارد صحبت کرد خواست سؤالم رو در حضور آنه بپرسم چرا کارایی که دوست داریم به جای زمان حال به آینده ماکول میکنیم آنه گفت تخصصی تو این موارد ندارم ولی این سوال یکی از سوالای مورد علاقمه مایک زود سر صحبت رو گرفت. از مدرک و شغل آنه گفت. آنه مدیر موفقی تو تبلیغات بود. هرچند برخورد متباز آنه شباهتی به مدیرا نداشت. آنه گفت: شاید تخصص من به من بخوره. بذار یه سوال ازت بپرسم. البته خودم جوابشو میدونم. تلویزیون نگاه میکنی؟ روزنامه و مجله میخونی؟ جواب این سوالا معمولا مشخصه. بالاخره آدما بخشی از وقتشون صرف این چیزا میکنن. سازنده های تبلیغاتی ترسا و نیازمندی های ما رو پیدا میکنن. بعد از همون میخوان برای برطرف کردنشون کالا یا خدماتشون رو بخریم. به همون اطمینان میدن با این کار معنای زندگی رو به دست میاریم. دوست دارم یکی از رازهای شرکت های تبلیغاتی رو بدونی. طوری با ذهنت بازی میکنن تا قبول کنی داشتن یک کالای خاص باعث خوشبختی میشه. تعجب کردم و پرسیدم. یعنی چیزی نخریم؟ آن خندید و جواب داد <applause> کی گفتم چیزی نخر گفتم اگه فریب تبلیغات و بخوری به جایی میرسی که خوشبختی و با اشیا و کالاهای مختلف گره میزنی ولی تو پول کافی برای داشتن تمام اجناسشون نداری پس مدام کار میکنی تا چیزی که پیشنهاد میدن و بخری چون خیال میکنی با داشتن کالاهای جور و جور سعادتمند میشی گیت شدم معنای حرفشو فهمیدم مشکل این بود نمیخواستم باور کنم یعنی سالها از رسانه و تبلیغات فریب خورده بودم؟ مایک گفت بذار یه مثال بزنم آدم ها از بچگی تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرن رویاهایی برای خودشون می هر چیز سنشون بیشتر میشه رویاهاشون هم بزرگتر میشه در نتیجه باید پول بیشتری در بیارن پول بیشتر مساویه کار بیشتره حتی قبول کردن شغلی که ازش بدت میادم واسه همینه ولی ما هر کاری میکنیم تا هزینه چیزایی که خریدیم یا قرار بخریم و تأمین کنیم. دقت کردی؟ بیشتر آدما مطمئنن یه روز شغلشون رو رها میکنن و میرن دنبال علاقه هاشون ولی بی اختیار گفتم ولی هیچ وقت این اتفاق نمیافته. آنه گفت امید داریم با داشتن محصولات مختلف از بقیه خوشبختتر باشیم. آخرش به خودمون میاییم و میبینیم یه عمره داریم کار میکنیم. فعالیت هایی که اغلب تو راستای هدف وجودیمون نیستن. همیشه منتظر ای آینده درخشانیم. ای آینده پر از آرامش و آسایش. گفتم، این حرفا واقعیت داره؟ مطمئنی این اتفاقا میفته؟ پس با این همه تبلیغ چیکار کنیم؟ آنه و مایک خندیدن. آنه گفت، مجبور نیستی حرفای ما را قبول کنی. تو حالا حرفای جدیدی شنیدی. به دوروبرت نگاه کن. ببین چقدر از این صحبت و با واقعیت زندگی خودت مطابقت داره آنه برام از زندگی خودش گفت گفت عجیبه فکر کن مدیر تبلیغاتی باشی و بخوای مردم رو فریب بدی چند سال بعد میبینی خودتم فریب دروغای خودتو خوردی من بیشتر اوقات فراغتم رو با خرید پر میکردم خریدایی که کلی خرج بر می داشت. این یعنی کار تمام وقت یه شب از وضعیتم خسته شدم روی صورت حسابم افتادم و گریه کردم دیدم وقتم و صرف شغلی کردم که علاقه بهش ندارم برای اینکه دوست نداشتن شغلم و فراموش کنم به یه مشتری حرفهای تبدیل شدم با بالا رفتن درآمد حرص و هم برای خریدن بیشتر میشد اون شب فهمیدم برای برآورده شدن آرزوهام باید تا شصت سالگی صبر کنم از اون به بعد بیشتر به خوشبختی واقعی و رضایت قلبی فکر کردم تا اینکه آشنایی قدیمی رو دیدم اومده بود کافه تا قهوه بخور و استراحت کنه ولی من رفته بودم تا دعوا با مدیر بالاتر از خودم رو فراموش کنم. از همون چند جمله اول محو آرامش و رضایت خاطرش شدم. بعد از ساعت ها صحبت دیدگاه هم به زندگی تغییر کرد. قرخ افکارم شدم. صدای مایک مثل زنگ ساعت از خیال بیدارم کرد. بدون معطلی گفتم همه چی از سوال چرا اینجام شروع میشه؟ آنه؟ از کی فهمیدی فقط برای خودت زندگی میکنی نه برای سرمایه دارا؟ آنه گفت نمیشه براش زمان دقیقی مشخص کرد خیلی بهش فکر میکردم خودش تدریجی اتفاق افتاد شاید هفته ها طول کشید کم کم دیدم به اشیا علاقه ندارم به جوش کارهای مورد علاقه ما انجام دادم پیاده روی، کتاب خوندن، دیدن دوستام و هر چیزی که تا اون روز عقب انداخته بودم الان با اطمینان بهت میگم کارایی رو انجام میدم که جواب سوال اول لیست غذاست چرا من اینجا غذامو خورده بودم وقت رفتن بود البته قبلش باید برای بنزین فکر میکردم چند روزی بیشتر مرخصی نداشتم و هنوز هیچ جا نرفته بودم این کافه وقتمو میگرفت باید با تمام سرعت ازشون فرار میکردم آن و مایک ما تماشاچیایی بودن که کنار خط منو برای رسیدن به خط پایان تشویق میکردند. پیش خودم فکر کردم بالاخره یه بار باید به این سوال جواب می دادم. چه جایی بهتر از کافه چرا؟ شاید زندگی از این به بعد معنای متفاوتی داشته باشه تا واژه زندگی رو توی ذهنم مرور کردم لبخند روی لبم نشست صدای آنه رو شنیدم که گفت ببینم از مرگ صحبت کردین؟ جان نظر درباره سوال دوم چیه ها؟ سوال دوم لیست غذا درباره مرگ بود. تازه زندگی زیر زبونم مزه می کرد که حرف مرگ پیش اومد ترس مرگ حتی بردن اسمشم سخت کرده همه از مردن می ترسن. گفتم سعی می کنم بهش فکر نکنم هنوز کارای زیادی برای انجام دادن دارم دوست ندارم بمیرم مایک گفت سوال اول و دوم به هم ربط دارن کسایی از مرگ می ترسن که هنوز جواب سوال اولو نمی دونن. بیشتر مردم ناخداگاه به مرگ توجه دارن یعنی میدونن هر روز که میگذره به پیاده شدن از قطار زندگی نزدیکتر میشن و دیگه فرصتی برای لذت بردن و استفاده از زندگی وجود نداره مجبور بودم به مرگ لعنتی هم فکر کنم به روزی که نفس کشیدن محال بود حرفای مایکو دوباره مرور کردم گفتم میخوای بگی اگه هر روز کاری که دوست داریم انجام بدیم اگه به سوالای وجودیم پاسخ بدم دیگه مرگ ترسناک نیست؟ آنه از جاش بلند شد و گفت نه ترسی وجود نداره خب جان از دیدنت خوشحال شدم باید برم سراغ دوستام اگه نباشم حسلشون سر میره با آنه خدافزی کردم و نشستم تا اون روز اینقدر به مغزم فشار نیاورده بودم زندگی معنای عمیقی داشت که ازش بی خبر بودم به قول مایک ما شاید هنوز وقتش نرسیده بود آدم ها خیال میکنن عقلشون کامل شده ولی هنوز آمادگی شنیدن بعضی چیزها رو ندارن. مایک اجازه گرفت و ظرفای خالی رو جمع کرد. دو سه غذا رو نگه داشتم. فکر کردن به سوالای مهم انرژی زیادی از آدم میگیره. بعد از صحبت با مایک و آنه معنای مرگ و زندگی برام متفاوت شد. اگه انسان برای رسیدن به هدف وجودی زندگی کنه، ترسی برای از دست دادن فرصتا نداره. البته این حرفا وقتی از سر داره که دست به کار باید برای انجام کاری که دوست دارم برنامه ریزی کنم نباید حرف آدم های غریبه را بدون فکر قبول می کردم اگه آدم از راه شغل مورد علاقش پول به دست نیاره چی؟ کارهای زیادی مثل کتاب خوندن از که آیده مالی برای خواننده ندارن حق بیمه را از کجا تأمین کنم؟ اگه بقیه آدما به خاطر علایق منو مسخره کنن چطور جوابشونو بدم؟ تو این سن عوض کردن شغل بدون مهارت تو کاری که دوست داری فاجعه است؟ البته از طرفی دنبال کردن آرزوها هیجان انگیزه. آدمای زیادی اطراف من با عشق کار میکنن. انگار همون چیزی رو انجام میدن که براش ساخته شدن. از طرفی موفق هم هستن. تمام مطالعه، دوستی ها،, فیلم ها و کارهایی که میکنن به علاقه شون مربوط و ازش لذت میبرن. به قول یکی از دوستام که هنرمند قابلی بود میگفت آدم از شام خوردن خسته نمیشه اما از دنبال کردن رویاهاش خسته میشه برای بیشتر مردم کمتر شبی وجود داره که بدون شام سر کنن ولی هیچکس از هر شب شام خوردن ناراحت نیست کار کردن برای پرورش عشق هم همین داره کسی از انجام کاری که دوست داره و کارهای مربوط بهش نباید خسته شه حتی اگه بدترین وضعیت ممکن رو در نظر بگیری یعنی کار مورد علاقت پول محدودی برای گذراندن زندگی به تو بده طوری که تا آخر عمر مجبور باشی کاریو که دوست داری انجام بدی مربی های فوتبال حاضرن تو استادیوم بمیرن اگه دلیل اصلی کار کردن رضایت درونی باشه و پول درجه دوم اهمیت مشکل مالی جلوی انجام کار مورد علاقت رو نمیگیره چیز دیگه هم هست باید تو کارت ماهر باشی در این صورت پول کافی در میاری زندگیم از 22 سالگی تا روزی که به کافه رسیدم از پیش چشمم عبور کرد تو این سالها پول میخواستم تا خرید کنم خرید میکردم تا راضی به نظر بیام ولی همیشه چیزی کم بود انگار از واقعیت فراری بودم نمیخواستم قبول کنم زندگیم طوری نیست که باید باشه اما آدم از چیزی که دوست داره فرار نمیکنه باید به خودم بیشتر از پول فکر میکردم صدای تختخ از گذشته بیرونم آورد کیسی بود با تحجا پرسید حالت خوبه؟ یه دقیقه میشه اینجام ولی به روبرو خیره شدی گفتم مشغول قواسی تو عمق زندگیم بودم کافه شما شبیه دریاست سوالای لیستم شبیه مرواریدن وقتی آدم تمه میکنه به دل دریا فرو میره نکنه آدمایی که هدف وجودیشون رو شناختن و از شغل مورد علاقهشون پول در میارن آدمای خوششانسی باشن نه چیز دیگه ها؟ یکی از دوستم شرکت تبلیغاتی داشت برای بستن قرارداد با شرکتی معتبر خیلی تلاش کرد دو هفته برای طراحی وقت گذاشت همون روزا همکلاسیش بهش زنگ زد اتفاقی فهمید نامزد دوستش توی همون شرکت پست مهم می داره قرار سه نفره گذاشتن و بالاخره قرارداد و امضا کرد اگه تماس همکلاسی قدیمی نبود چی می شود, ها؟ به این میگن شانس دیگه مگه نه؟ کیسی گفت نه این آدما بیشتر فعالیت ها و کاراشون رو در جهت شغل و فعالیت مورد علاقهشون انجام میدن. برای همین بیشتر در معرض چیزای مربوط به شغلشون قرار می گیرن. اگه به بخت و اقبال بود که دیگه عشق و تلاش بیفایده میشد تازه این چیزا برای همه پیش میاد. برای تو پیش نیومده؟ کمی فکر کردم. بعد گفتم چیز خاصی یادم نمیاد. ولی باهات موافقم. خیلی وقتا از روند اتفاقات شگفت زده شدم گفت کار توی این کافه و دیدن آدما باعث شده تجربه های زیادی داشته باشم کسایی که هدف وجودیشون رو میشناسن و فعالیتشون رو باهاش هماهنگ میکنن زیاد شانس میارن بهتر بگم خیلی خوش شانس به نظر میرسن دقیقا وقتی به اتفاقی غیر منتظر نیاز دارن سر و کلش پیدا میشه از خودشونم پرسیدم همین حرف رو زدن میگن اتفاقات غیرمنتظره یه روال عادی تو مسیر رسیدن به هدف وجودی آدماست. بحث به سمت انرژی کائنات و نیروهای ماورا طبیعی کشیده شد. بالاخره هر کسی این اتفاق و به منبع غیر انسانی ربط میداد. دوست داشتم نظر کیسی هم بدونم. کیسی گفت: معادله خیلی ساده است. اگه حرفی رو به کسی بزنی و اون فرد حرفتو به افراد دیگه منتقل کنه، خیلی زود پیام سینه به سینه گسترش پیدا میکنه. محیط اطرافت پر میشه از آدمایی که حرفتو شنیدن. اونم بدون اینکه مستقیم باشون صحبت کنی. پس دایره بزرگی از آدما به هدف وجودی تو فکر میکنن و ارتباط گسترده نامرئی شکل میگیره. فوری جواب دادم چرا بقیه آدما باید بدون دلیل درباره ما صحبت کنن؟ به همون کمک کنن یا پیام و هدف ما رو دست به دست کنن ها؟ کیسی به صورتم زلزده زده بود. این یعنی قرار نیست جوابی بده. باید خودم به سؤالم جواب میدادم. ولی چیزی به ذهنم نمی رسید. خواستم خودش کمکم کنه. لبخندی زد و گفت هم. گفتی دوستایی داری که معنای زندگیشونو میدونن و براش تلاش میکنن پس تجربه معاشرت با این آدما رو داری؟ فکر کردم دا معاشرت با دوستام لذت بخشه از کار و علاقه شون با شور و هیجان حرف میزنن مثل کودکی که خاطره یه باقه وحش رفتنشو تعریف میکنه انقدر که دوست داری همکارشون بشی و باهاشون کار مشترک داشته باشی بله کلید همین بود تو جذب دوستات میشی و میخوای تو مسیرشون قرار بگیری. کیسی دوباره ذهنم خوند و گفت. اگه از دست خودت هم کاری برنیاد نیاد، سعی میکنی هر طور شده مشکلشون رو برطرف کنی. چون تو مسیر درستی حرکت میکنن. در نتیجه، تو میخوای تو این مسیر درست نقشی داشته باشی. دقت کردی وقتی اسمشون رو میشنوی یا به یادشون میاری بی اختیار لبخند رو لبت میشینه؟ یا موقعی صحبت با شور و حرارت قصدشون رو تعریف میکنی؟ انگار هگجانشون به بقیه سرایت میکنه. کیسی بلند شد و ظرفای باقی مونده رو از روی میز جمع کرد. ته ظرفا برق میزد. همونقدر که گرسنه بودم، غذاها هم خوشمزه بودن. از کیسی خواستم بازم برام کیک توت فرنگی بیاره. کیسی گفت: برم یه نگاه به آشپزخونه بندازم. امیدوارم ناامیدت نکنم. کیسی رفت. با خودم گفتم باید نصف پول سفر و بابت غذا به مایک و کیسی بدم. چند دقیقه بعد مایک برش بزرگی از کیک توت فرنگی سر میز آورد. نشست و بشخاب و جلوم گذاشت. رنگ و لعاب کیک چشمم و گرفت. بی معطلیتی که گذاشتم تو دهنم با دست اشاره کردم مایک حرف بزنه تا فرصت کنم کیک و قورت بدم. مایک خنده کنان گفت <applause> باشه 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 برا داستان تعریف میکنم. شاید کمک کنه حرفای کیسیو بهتر درک کنه. با دستام ادای انداختن قلاب ماهیگیری به آبا درآوردم. مایک ما سرش رو داد. نه 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 خیلت راحت دیگه با مرد ماهیگیر کاری ندارم دو هفته پیش مشتری جدیدی به کافه اومد مردی که سالها فقط یه خواب تکراری میدید تو تمام خوابها جلوی توپ گلف می ایستاد و آماده ضربه زدن می شود. به اعتراف خودش تو بیداری بازیکن ماهری نبود برای همین این رویا بیشتر اذیتش می کرد توی خواب توپ گلف جاهای خطرناکی قرار میگرفت لبه پنجره یا روی صخره بزرگ بالای دره عمیق تو خواب سعی میکرد محکم به توپ ضربه بزنه ولی تلاشش بیفایده بود هیچ وقت ضربه قدرتمندی به توپ نمیزد هر بار بیشتر آشفت و مسترب میشد وقتی تصمیم میگرفت چوب و بالا ببره جای توپ عوض میشد بعدش با ناراحتی و پریشونی دنبال توپ میگشت توپ رو پیدا میکرد و باز ماجرا تکرار میشد تا اینکه با ترس و تپش قلب از خواب می پرید. یه شب وقتی تو خواب به بالاترین حد ناامیدی رسید متوجه چیزی شد. میتونست سوپا با دست برداره بعد جای مناسبی قرار بده و ضربه بزنه و همین کارو کرد. خوابش دیگه وحشتناک نبود. قطعه بعدی کیکو بریدم. با چشم و دهنی باز منتظر بقیه ی حرفای مایک شدم. مایک با تعجب به هم برای خوردن نگاه کرد. گفتم خب مایک گفت مرد وقتی تونست تو خوابش تغییر ایجاد کنه نکته یا درباره زندگی واقعی متوجه شد برخلاف تلاش تبلیغات و رسانه ها این خود ما که هر لحظه زندگی و مدیریت میکنیم رسانه ها سعی میکنن جریان های ایجاد کنن میخوان ما رو به سمت خودشون بکشونن ما هم خودمون رو با این جریان ها منطبق میکنیم مثل پوشیدن لباس مد روز با دهن پر وسط حرف مایک پریدم میخواستم نقش شاگرد زرنگ و بازی کنم و گفتم در حالی که ما جریان خودمون رو داریم اگه هدف وجودی خودتو بدونی هیچکس توانایی کنترل سرنوشت و مسیرتو نداره خلاصه اینکه اگه مسیرتو انتخاب نکنی مسیرتو انتخاب میکنن پس فقط کافیه توپ گلف و بجا کنی درسته مایک ما سرش رو به نشونه تایید تکون داد گفت <تصفح> پس ما مسئول انتخاب سرنوشت خودمونیم به ساعت کافه نگاه کردم باورم نمیشد. ساعت پنج صبح بود. برای اطمینان ساعت مچی نگاه کردم. درست بود. تمام شب مشغول حرف زدن بودیم. وقت صبونه رسیده بود. به مایک گفتم باید دوباره صبونه سفارش بدم؟ مایک گفت هر طور میل داری. پیشنهاد می کنم اول کیک توت فرنگی رو تمام کنی. هنوز پاسخ سوال مهمی رو نمی دونستم. چطور به هدف وجودیم دست پیدا کنم؟ همین سؤال از مایک پرسیدم. مایک کیسی و صدا زد تا با هم صحبت کنیم. همون لحظه سؤال اول لیست غذا تغییر کرد. چرا اینجایی به چرا اینجاییم تبدیل شد. تو کافه چرا دیدن چیزای عجیب عادی شده بود. کیسی خودشو به ما رسوند و جریانو پرسید. سؤالم رو دوباره تکرار کردم. کیسی پرسید. جان تو صندوق پستی داری درسته؟ آره چطور؟ وقتی از این کافه رفتی روز چهاردهم اولین ماه وقتی ماه کامله نامه ناشناسی به دستت میرسه خطوط نامه فقط جلوی نور شم قابل مشاهده است پیام از طرف کسایی که جواب این سوالو بلدن این نامه بعد از یه بار خوندن برای همیشه معف میشه راستی نامه روبانی سرخ با دو تا گره داره این نشونه ی اصالت نام است لرزشی روی میز احساس کردم با دست محکم میزو نگه داشتم ولی لحظه به لحظه لرزش بیشتر میشد. گفتم میز می لرزه. کیسی بدون توجه به لرزش میز گفت. گریه اولی از دومی بزرگتره. سمت چپ نام دنبالشون بگرد. خواستم از مایک کمک بگیرم. اما دیدم مایک سرش روی میز گذاشته و میخنده. پس از شدت خنده ی مایک میز می لرزیده. دستش رو جلوی دهنش گرفته بود تا صدای خندش نشنوم. دستم انداخته بودم. فقط مایک همدست خوبی نبود مایک از جدیت کیسی تو خیال بافی می خندید. چند بار صداشو تقلید کرد و سه نفری با هم خندیدیم کیسی گفت <تصفح> ببخشید جان خواستم شوخی کنم میدونی مردم دنبال اینن که بقیه جواب سوالشونو بدن ولی این مسئله شخصیه مایک گفت <تصفح> آدم ها روش های متفاوتی دارن مراقبه گوش دادن به موسیقی شرکت تو مراسمای خاص گفتگو با آدمای دیگه بذار اینطوری بگم هر کس روش خاص خودشو برای پیدا کردن جواب سوالش داره پیدا کردن پاسخ به این سادگی ها نبود به مایک و کیسی گفتم وقتی اطلاعات و تبلیغات بمبارونت میکنه نمیشه روی مشکل خاصی تمرکز کرد کیسی یادت از تأثیر افراد روی مسیر ما تو رسیدن به هدف وجودی حرف زدیم؟ پس مراقبه و تنهایی تنها راه نیست. کیسی گفت دقیقا بعضی ها خودشونو در معرض تجربه های جدید قرار میدن مثلا مسافرت میرن بعضی آدم ها هم واکنش جسمانی دارن وقتی با چیزی مربوط به هدف وجودیشون برخورد میکنن عرق سردی روی صورتشون میشینه بدنشون تیر میکشه یا چیزایی شبیه این این جور چیزا راهنمایی برای پیدا کردن جواب آدم دوست داره لغمه آماده براش وجود داشته باشه شاید اگه پاسخ سوال خریدنی بود آدمای بیشتری دنبال اهداف وجودیشون میگشتن ولی هر کس باید راه خودش رو کشف کنه یا حتی بسازه کیسی و مایک که طبق معمول افکارم رو میخوندن سری به نشونه تایید تکون دادن کیسی با شنیدن صدای یکی از مشتری ها از سر میز بلند شد بعد از رفتن کیسی مایک پرسید جان چی شد از کافه چرا سر در آوردی؟ اومدم مرخصی تا باتریام و کنم میخواستم کمی تنها باشم و فکر کنم راستش راستش نمیدونستم به چی فکر کنم اما الان حرفای تازه شنیدم دیگه میدونم باید به چی فکر کنم دیگه وقت رفتنه فقط میشه ازت یه سوال بپرسم چی باعث شد سوالای فهرست غذا رو از خودت بپرسی از کجا میدونی این سوالا رو از خودم پرسیدم شاید فقط بخوام مشتریا سرگرم کنم از حرفا و رفتارت مشخصه کدوم آشپزی برای مشتری کن ده سکن میده اول فکر کردم آشپز کافه مشکل داره نگو برعکس تمام مشکلاتش رو حل کرده اگه سوالا را جواب نمیدادی الان اینجا روبروی من نمی نشستی مایک ما حرفا تأیید کرد درسته بهشون جواب دادم وقتی برای سفری تفریحی به کاستاریکا رفتم جواب سوالمو گرفتم. چند سال پیش بود. سرم خیلی شلوغ بود. برنامه منظمی برای درس خوندن و کار و ورزش داشتم. دوست داشتم ورزشکار حرفی بشم. تمام لحظه های زندگیمو و برنامه ریزی کرده بودم. بعد فارغ و تحصیلی مرخصی تابستانی گرفتم و با یکی از دوستان راهی کاستاریکا شدیم. دیدن جنگلای بارونی، طبیعت بکر رو روبرو شدن با فرهنگی جدید. حرف نداشت. یه روز کنار ساحل روی کنده ی درختی نشسته بودیم صدای برخورد امواج با ساحل هوش و از سرم برده بود آسمون آبی نزدیک غروب کم کم به صورتی و نارنجی و قرمز تغییر رنگ میداد. با دیدن آسمون تکون خوردم یهو یه به خودم اومدم دیدم سالها زندگی تکراری و برنامه ریزی شده پیش رومه در حالی که از بهش به اندازه ی چند ساعت پرواز و چند تا جاده دور بودم در برابر این عظمت احساس حقارت کردم. نگرانیم درباره آینده از بین رفت. من عضو ناچیزی از باشگاه هستی بودم. جهان با شکوهی که قابل توصیف نیست. موقع غروب خورشید این سه تا سوال توی ذهنم تلو کرد. بعد شروع به کشف و فهمیدن جوابا کردم. جان، زندگی داستانی فوق‌العاده است. فقط بعضی مردم نمیدونن خودشون نویسندن و زندگی و هر طور که دوست داشته باشن می نویسن. مثل بچه هایی که به فیلم کودکانه خیره میشن به مایک نگاه کردم. دستم روی میز بود و سرم روی دستام تکیه داده بودم. با تمام شدن صحبت مایک به پشتی صندلی تکیه دادم. لبخندی زدم و از مایک تشکر کردم. دیگه وقت رفتن بود اما نمیدونستم کجا میرم. مایک مشغول جمع کردن میز بود که گفت: بستگی داره به کجا میخوای برسی؟ چند کیلومتر بعد کافه به جاده اصلی برمیگردی؟ ورودی بزرگ راه پم بنزینه اونقدری بنزین داری تا به اونجا برسی؟ به ذهن خونیش عادت داشتم ولی نمیدونستم مقدار بنزین داخل باک ماشین رو از کجا میدونه؟ بلند شدم و از مایک تشکر کردم وسایلم رو جمع کردم برای آخرین بار به لیست غذا نگاهی انداختم تا دیروز این سه تا سوال برام بی ترین سوالای دنیا بودن. حالا حسرت میخوردم کاش زودتر با این سوالا روبرو می شدم. کیسی و صدا زدم. صورت حساب برام آورد. علاوه بر صورت حساب، داخل سینی یه قطعه کیک توت فرنگی تو ظرفی پلاستیکی و لیست غذای کافه چرا هم بود. کیسی گفت: این هدیه خدافزی از طرف من و مایک. هر وقت به لیست غذا نگاه کنی یاد ما میافتی. به کیسی گفتم: جلوی ماشینم آویزونش میکنم خوب آدم بدون هر صبح چرا از خونه بیرون میره ازتون ممنونم خیلی ازتون ممنونم کیسی لبخند زد و گفت <تصفح> قابلی نداشت جان از دیدنت خوشحال شدم صورت حساب و پرداخت کردم با لیست غذا و برش کیک از کافه زدم بیرون همینطور که دنیا روز جدیدی و تجربه میکرد دنیای ذهن منم وارد روزای تازه ای شده بود خورشید از پشت درختهایی که دیشب ندیده بودم ظاهر میشد. طبیعت برای آغاز روزی دیگه هیجان زده بود. جنبش و تکاپو رو تو هر نفس احساس می کردم. حس حیات و سرزندگی تو رگام جاری شد. بعد از چند نفس عمیق سوار اتومبیل شدم. لیست غذا رو به آینه جلوی ماشین آویزون کردم و راه افتادم. لیست غذا تکون میخورد و زهنم و وادار به حرکت می کرد چرا اینجایی؟ چرا اینجایی؟ چرا اینجایی؟ و پایان کتاب